سلام به کانال مستر تایری خوش آمدید امروز یه ویدیو فوق خفن آوردم براتون میخوام یه نکته رو بهتون توضیح بدم که همیشه میخواید گوشی بخرید باش دغدغه دارید مشکلتونه این که فروشنده بهتون میگه آقا گوشی ویتنام بخر یعنی گوشی ویتنام و 100 تومن 200 تومن به شما گرونتر میدن این بچه ها کلاه برداریه اصلا هیچ فرقی نداره گوشی ویتنام بخری گوشی مالزی بخری گوشی نمیدونم اینجا بخری اونجا بخری اصلا مهم نیست همه اون گوشی ها رو یه کمپانی داره تولید میکنه یعنی مثلا میگن گوشی سامسونگ ویتنام بهتر از گوشی سامسونگ هنده این اشتباه بچه ها سامسونگ برای اینکه هزینه ساختش بیاد پایین میره تو کشورهایی که هزینه کارگر کمتره اونجا کمپانی میزنه خب کارخونه میزنه اونجا و گوشی تولید میکنه یه کارخونه میره هند میزنه یه کارخونه میره ویتنام میزنه یه کارخونه میره مالزی میزنه یا هر جای دیگه که دلش بخواد و بدونه کارگر اونجا عرضون تره و حتی تو ایران هم میتونه بیاد بزنه چون کارگر به پول اونا دلاره تو ایران خیلی ارزونه اما از اونجایی که ایران تحریمه این کارو نمیکنن خب اگر لگه ما تحریم نبودیم اولین جایی که میومدن همین ایران بود چون هزینه ها خیلی میاد پایین اینو بهتون بگم که گول این افراد نخورید بچه گوشی که تو ویتنام تولید میشه با هند و مالزی فرق نداره چون شرکت سامسونگ نمیاد خودش رو خراب کنه قطعاتی که باید توی گوشی به کار بره توی هند توی مالزی توی ویتنام یکیه مهندسینی که میرن اونجا برای نظارت برای اجرا برای ساخت گوشی ها مهندس برتر اون شرکت همشون یکیان یعنی همشون از یه اطلاعات دا از یه داده دارن استفاده میکنن برای ساخت گوشی پس هیچ گوشی که تو ساخ... یعنی همه گوشی هایی که ساخته میشه توی ویتنام و هند و مالزی همشون یکی هن. همشون برای شرکت سامسونگه فقط تنها فرقشون که میشه گفت داره اینه که شاید مثلا بسته بندی هند یه ذره چرکتر باشه که البته اینم من قبول ندارم از اونجایی که خودم یک سال تا الان یک سال توی موبایل فروشی یا همون فروشگاه موبایل فعالیت کردم پک های هند که باز شده همشون من دیدم تمیز و شیک کوینا بودن این که میگم اینا باشه اینو یه جایی شنیده بودم که خواستم اینجا نقضش کنم که اینجوری میگن زیاد هم ربطی نداره خلاصه که گول این افراد رو نخورید بچه ها اینا فقط میخوان گوشی ها رو بهتون گروتر قالب کنن پول بیشتری بگیرن گول نخورید هیچ فرقی نداره اگه گفت ویتنام دارم نمیدونم انقدر هند دارم انقدر ویتنامی هر دیویست ست هرزون تر گفت نداره شما هندی به من بده خب اینجور موقعا میان هندیه رو یکم میارن پایین تر ویتنامیه رو یه ذره میبرن بالاتر چرا؟ چون میدونن بگن بهتره شما ویتنامیه رو میخری نمیدون سراغ هندیه پس اینجوری کلی سرتون کلا میزنن حواستون باشه بعد اون موقعی که شما بگی من هندیه رو میخوام بعد میگه هندیه رو ندارم فقط ویتنام دارم بعد شما پا میشی میری چون نمیخواد ضرر بده دیگه خلاصه حواستون باشه گول این افراد رو نخورید اینا فقط کلاهبردارن بردارن میخوان سرتون کلاه بذارن تحقیق کنید ویدیو ببینید اطلاعاتتون بره بالا که وقتی میخواید گوشی بخرید افرادی نباشه که سرتون کلا بذارن من خودم به چشم دیدم که افرادی هستن که به آب خوردن سر هم دیگه یعنی سر مشتری ها کلا میذارن حتی سر همکارشون کلا میذارن دیدم بچه ها خیلی دیدم اندازه ماهی سر همین کلا ورداری ها توی یک سال اخیر دیدم حواستون رو جمع کنید من سعی میکنم تمام نکات تو ویدیو در آینده بگم تا جایی که بشه تا جایی که بذارن بگم یعنی به خطر نیفتم ولی شما حواستون باشه که موارد رو رعایت کنید این که میگن ویتنام و و مالزی فرق میکنه هیچ فرقی نمیکنه خلاص همین دیگه بچه حواستون باشه من سعی کردم نکات کامل بگم دوستتون دارم مرسی که همیشه حمایت میکنید لایک و کامنت و سابسکرایب میکنید این ویدیو رو هم حتما لایک کنید کامنت بذارید برام چند تا کلی ازتون انرژی میگیرم دوستتون دارم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید تا ویدیو بعدی یا حق